رئیس جمهور کرزی رهبری در تلاش انتقال صلحا قدرت یا زمامدار مسئول ایجاد یک گنبه است رئیس جمهور کرزی میگوید تلاش دارد تا انتقال قدرت برای رئیس جمهور جدید روز پنجم عید فدر صورت گیرد گروه داعش رهبرش را خلیفه مسلمانان سراسر جهان نامید سلام وقت شما بخیر با فراخبر با من یماس شاوش خوش آمدید رئیس جمهور کرزی میگوید تلاش دارد تا انتقال قدرت برای جمهور جدید روز پنجم ایده فطر صورت گیرد آقای کرزی گفته تلاش خواهد کرد راه برای تحقق دموکراسی در کشور هموار شود و نهادهای انتخاباتی بتوانند مطابق قانون رئیس جمهوری جدید را معرفی کنند اما ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله دیروز با قطع تمامی روابطش با کمیسیون های انتخاباتی اعلام کرد که دیگر تصامیم کمیسیون های انتخاباتی برای این ستاد مشروعیتی ندارد ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله در روزهای گذشته با منتشر کردن برخی مکالمات تلفنی مقام های حکومتی و مقام های کمیسیون انتخابات را متهم نموده که دست به مهندسی و تقلب گسترده در انتخابات زدند آیا بنبست انتخاباتی تا پنجم اید فطر شکسته خواهد شد فرهاد عظیمی عضو مجلس نمایندگان و همچنان نقی الله فایق عضو مجلس برای بحث بیشتر با ما هستند مهمانان عزیز خیلی خوش آمدید آقای عزیمی فکر میکنین گره کار در کجاست چرا تا اینجا مسئله انتخابات بحرانی شد بسم الله الرحمن الرحیم زمینه هر به احترام خدمت شما بینندگان عزیز و همکار عزیز جناب دکتر سپایق البته م... مسئله که انتخابات به بحران رفت از اول همه میدانست کارگاه کمیسون بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات عمل نکنه و تاوره جانبدارانه عمل بکنه و به نفع یک کاندید خاص یا به کاندیده عمل بکنه انتخابات خود به خود به بحران میره و بعضا گفته میشه که گویا یک تقلب بسیار سیستماتیک صورت گرفته من فکر میکنم که این مسئله سیستماتیک نبوده بسیار یک تقلب مسخره و یک تقلب غیر سیستماتیک از طرف شمس در بعضی ولایات معلوم است البته تشکر میکنیم سپاس میکنیم از رشادت و قهرمانی مردم افغانستان که همه در هر ولایتی که به پای صندوقای رای رفتن و رای خود استعمال کردن اونا از این مسئله مستثنا هست از این تقلبات چرا اونا رایشون خودشان استعمال کرده و او ولایات واضح و مشخص است که کدام ولایات مردم بنا به هر مشکلات رفتن به پای صندوقای رای ولی ایده ای از ولایات است که در اونجا در حق او مردم که حق رای حق مسلمشان بوده چفا شده و به نام از اونا صندوقا پر شده و بالاخره تقلب بسیار چشمگیر که اصلا غیر قابل باور است صورت گرفته بنان وقتی امچو وضعیت در دور دوم انتخابات اتفاق افتاد ای امر طبیعی است که مثلا به بنبست مواجه می و باید شود و بحران ایجاد شد حال مسئول این بنبست کی است؟ کسانی که تقلب کردن کی ها؟ چی؟ ب... انتخابات ما ازیم... فکر می کنم در رأس تقلبات خود آقای کرزای قرار داره به خاطر از ای که به اجازه آقای کرزای هیچ تقلب نمی صورت بگیره در ولایاتی که در اونجا عدیقل می شد که ای گپ درز بکنه به بیرون ها در اونجا مداخله نکردن و اون که در اونجا مردم زیادتر سعیم نبودن در مسائل عده معدود سعیم بودن آقای کرزای شخصا به کمیسون انتخابات و دارلنشا و بعض نهادهای دیگی دولتی و غیر دولتی وظیفه داد که تا این صندوق پرشا و به کاندید مشخصه بنان من فکر می کنم که آقای کرزای کمیسیون های انتخاباتی و تمام نهاد هایی که در خصوص تقلب دست داشتن اونا مسئولیتی مسئله را دارن آقای فایق در رأس تقلب های انتخاباتی آقای کرزی بوده و کمیسیون ها هم, هم, دستی کردن به نفع نامزد مشخصی که اشاره به نامزد مورد حمایت شما است صندوق ها پر شدن بسم الله الرحمن الرحیم تشکر از شما و سلام بر خوب ما آقای و ملت افغانستان البته هیچ تردیدی وجود نداره که در دور دوم انتخابات تقلب صورت گرفته همچنان که تقلب در تمام انتخابات های 13 سال گذشته در افغانستان صورت گرفته تقلب حتی به درجه میلیون ها بوده که در دور گذشته انتخابات ریاست جمهوری که رای جمهور کرزی بود حالا ما دیدیم این تقلب ها در تمام دوره ها به یک جانب نبوده و تقلب به دو جانب و در انتخابات های در اول با چندین جانب صورت گرفته میتونه تقلب ها از طرف خود استاد ها بوده باشه کارمندان انتخابات بوده باشه مقامات حکومتی بوده باشه که خب جانبداری ها و علایق و این مسائل باعث از میشه که تقلب صورت بگیره حالا ما در وقتی که قانون انتخابات را می بر تقلب آمدیم تعریف ساختیم و راه های را, و را هم سنجیدیم که چگونه باید امیره تقلب از راه های پاک صورت بگیره وقتی اگر تقلب صورت نگیره ما, پی ما بودیم در قانون انتخابات خوابات و روی و ریاضی بسیار زیاد در پارلمان بحث کردیم حالا تقلب صورت گرفته به هر جناحی هم که صورت گرفته به کی صورت گرفته آقای عبدالله میگن که دونی میلیون رای ناپاک وجود داره در سیستم تا زمانی که این دونی میلیون رای ناپاک از آرای پاک جدا نشه خب نمیپذیرن نه نتیجه رو نه و نه وارد میشن به روند در قدم اول خیلی ما مم... ستاد شما میپذیره که دونی میلیون رای ناپاک وجود داره در سیستم اول <متصف> خو متاسف هستیم که یک جناح از بازی انتخاباتی و ای که در جریان نتایج انتخاباتی قرار بگیرن نیستن و باید باشن بهتر میشه به خاطر آینده افغانستان بهتر میشه به خاطر دموکراسی بهتر میشه ای که چقدر رای ای که چقدر رای آلا تقلب است و یا چقدر رای ابطال میشه از متکی بر قانون انتخابات داریم هر قدر اسناد بیشتر شواهد بیشتر اگر در اختیار وجود داشته باشه که های شکایت انتخاباتی بر از رسیدگی میکنه مقدار بیشتر رای ها باطل میشه اگر هر اسناد ما کمتر باشه و استطی باشه ابطال رای ها کمتر میشه حالا ما باید انتظار بکشیم که کمیسیون های شکایت انتخاباتی به اساس اسنادی که در اختیار قرار دارن یا قرار داده میشه چقدر رای ها ابطال صورت میگیره به اساس قانون انتخابات تا 16 ماده فقره وجود داره که به قسمت ابطال است تصمیم نهایی را کمیسیون های انتخاباتی می گیرن. ولی ما اگر... اما آقای عبدالله دیروز شما شنید این ستاد انتخاباتیشان گفتند اگر تمامی روابط با کمیسیون های انتخاباتی پس از این متوقف است اگر ما تا هنوز در بحران انتخاباتی و بحران سیاسی وارد هم نشدیم باید بپذیریم که به بحران اعتماد داخل شدیم وقتی بحران اعتماد به وجود میاد ما بیشتر تسامح داشته باشیم بیشتر تماس بگیریم بیشتر به قناعت ها بپردازیم و نباید صحبت دیروزی رئیس ستاد مرکزی جنا تیم محترم اصلاحات همگرایی مسئله آخرین نقطه پایان صورت نگیره سعی که نگرانی نگار خود را ابراز میکنن یه حق است اما باید هم کمیسون ها و هم حکمت و یا هم که اگر جامعه جهانی در اینجا نقش دارن و میتونن که دو طرف قناعتش حاصل بکنن باید روابط بیشتر شد و ما مایی است که اگر بتونیم در روزهای بعدی با هم نزدیک صورت بگیره و ولی که کار از کار گذشته آقای عزیمی واقعا فرصت مانده بر این که دوباره ستاد آقای عبدالله بر بگرده بروند بر دیروز اعلام کردن تمامی روابط متوقف است آقای فایق میگن باید دوباره به روند وارد شو آقای عبدالله ببینید من فکر میکنم که هیچ وقت نباید در گفتگو گفت بسته شود به عنوان یک تیم اصلاحات و امگرایی ولی بیاین که یک مسئله را دقت بکنیم که چرا تیم اصلاحات و امگرایی تمام مناسبات خود با کمیسون ها قطع کرد دیگر کمیسون ها او اعتماد که ما بالایشان داشتیم او اعتماد دیگر نداریم کمیسیون ها عملا به صورت بسیار جانب دارانه در تا در بسیاری موارد در بحث های شما دیده میشه که سخنگویای های یا رئیس کمیسیون به عنوان نماینده یک ستاد انتخاباتی عریف ما عمل میکنه من فکر میکنم که او مواردی که در قانون پیش بینی شده یا مواردی که قانون همیشه عنوان میشه قانون باید اعترام شود تا چی اندازه امی عمل کرد در دور دوم در روز برگزاری انتخابات یا بعد از او یا قبل از او بر مبنای قانون بوده که دوستا علی قدر زیاتر تاکید بر احترام قانون میکنه در این شک نیست که همه باید قانون احترام بکنه او در وقت میشه که قانون به صورت درست تطبیق شوه و کسانی که تخطی قانونی را بررسی میکنن اونا به طرف باید بوده باشه شما ببینید مثلا اسناد بسیار شواهد معتبر ارائه شده زیادتر سخنگوی هایی که صحبت میکنه از کمیسونا شما ببینید که چی مثلا مثل از که دو رفته خانه کسی را دوزی کرده و بالاخره اموال مسروقه را گرفته و میخواست که از دیوار فرار بکنه تصادفا از سر دیوار افتیده و پای شکسته قاضی به عوض از که خود پدیده جرمی که او سرقت کرده و متضرر شده متذرد را تحت فشار قرار داده که تو چرا دیوار تا بلند آباد کردی که دو زفتیده و پای شکسته آیا این دلیل شده میتونه که این مبنای مثلا صحبت ها کجا بوده چطور بوده و چنان بوده و آیا که عمل کرد از او که زنگ میزنه و تلفن میکنه و به ما ادایت میته و تحریکات قومی میکنه که فلان قوم بوده باشه و فلان قوم نبوده باشه آیا وظیفه بررسی کمیسون او مسئله سیاسی که نوار از کجا به دست آمده اینا خودشان سارنوالی میشه خودشان دادگاه میشه ببینید من فکر میکنم که مسئله اعتماد که وقت از بین رفت دیگه طبعا نه فیصله کمیسیون به ما مشروعیت داره نه نظرشان و نه نظریاتی که در قیاب خب ما کمیسیون گفته نتایج مقدماتی را اعلان میکنه. هر کاری که, که بکنه برای ما مشروعیت نداره هر کاری که بکنه برای ما مشروعیت نداره به خاطر ازی که ما دیگه بالای کمیسون اعتماد نداریم کمیسون ها جالب دارن عمل ظاهرا کارش انجام میده بدون اینکه باشه انجام بده انجام بده خواهد کرد در این صورت ما اولا گفتیم که ما به مردم خود مراجعه میکنیم ما تمام شواهد مدارک ما مردم خود راه کردیم ما در نقاطی که مثلا عریفای ما عریفای ما در اونجا زیادتر رای آوردن ولی ما خوب مطمئن هستیم که در اونجا مردم رفته و رای داده. مردم به مو کاندید مورد نظر یا معاون نشان عشق داره و به مو کاندید یا معاونش اعتماد داره ما هیچ وقت وجه ایدا نکردیم که در اونجا تقلب صورت گرفته به خاطر که ما خوب میدانیم در اون مناطق اموجا محبوبیت داره یا کاندید یا معاون کاندید ولی در مناطقی که در دور اول 60000 70000 هزار، هزار رای در 11 کاندید استعمال شده بوده باشه در دور دوم هزار رای استعمال شوه و مردم خودشان به مجالس و محافل و یا خودشان بگویه که یک نفر زن بیرون نبر آمد رای خود استعمال نکرده آیا چی گناه داره این زن کابل بیچاره که در سر خود پراستی که میگیره و باران میبارد و اونجا در رای استاد میشه چی گناه داره اون زن مزار بیچاره که تفلش در سایت رایگیری اونجا تولد میشه و میره را رای خود استعمال میکنه و در اونجا بوجگکی به نام زنها رای ریختم بشه ما شکایت مادری مسئله است چی مثلا گناه داره او مرد پیر مردی که به صدا مشقت به کابل و مزار و به فاریاب و اینجایا به پای صندوق رای میره و جان خود دست میته در حالی که در یک منطقه که یک نفر برای رای نمی نمیبره از اوج 80000 رای به نفع یک کاندید مشخص پر میشه این است که ازار من نشم به کلگی معلوم است من پیشتر اشاره کردم که بعضی تقلب سازماندهی شده و سیستماتیکی سیستماتیک نیست بسیار تقلب مسخره است که کلگی میفهمه گپ ده کجاست وقتی که شما این مسائل عنوان میکنین گوش شنوایی نداشته باشه رئیس جمهور خودش طرف باشه قاضی خودش طرف باشه کمیسیون طرف باشه جامعه جهانی را بنابراین آنها لوبی شوه و که نگذارن که اونا در 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 پروسه سهم شوه و میانجیگری بکنه پس شما دادتان به کی میرسانید مجبور هستین که شما به مردمتان مراجعه بکنید هر تصمیمی که مردم گرفت بر مبنای ازو باید عمل کرد آقای فایق هیچکس کس بی‌طرف نبوده و ظاهرا به نفع ستاد شما کار شده آنچنان که آقای عزیمی تاکید دارن حالا این را که ایشان مطرح کردن پاسخ شما چی است گفتن کمیسیون ها به قدر جانبدارانه عمل کردند که به عنوان حالا سخنگویان ستاد شما وارد شدن در بحث ها اول خود ما سخنگوی رسمی تیم نیستیم موارد تکنیکی را که از ایمیسای بشاره کردن باید با پاسخ بگوین اما به صفت یک نماینده که دمو تیم کمپاین کردیم و به شدت کمپاین کردیم میخوایم چند موضوع را اشاره بکنم اول خود تیم تحول و تداوم اصلا برای رای تقلبی نیاز نداره تقلب کار پیش ما خائن است مجرم است و باید محاکمه شود از نظر

و که دور دوم انتخابات رفتیم به اساس قانون رفتیم اگر ما شانزه حمل را کار نخواستیم تغییر بتیم این همه استادها را میگم که وارد میدان شدیم قانون را ما پذیرفتیم و ما ناگذیر هستیم تا, اخ... تا آخری قانون را تطبیق بکنیم مثلا در ماده 68 قانون انتخابات میگه که موارد جرمی را کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت داره که به محاکم قضایی بسپاره اما هیچگاه این موارد جرمی در رأی کاندیدا و بر نتایج تاثیرگذار نیست این ماده از قانون است و در بعضی از قانون میگه که الله در مورد شکایت انتخاباتی ما میخوایم مثلا قانون میگه که کمیسیونای های شکایت انتخاباتی بدون از که شکایت در شود در محضر در محض شنیدن یک شکایت باید در جستجو بکنه کمیسیون های شکایت انتخاباتی بیان بگویند تا آن چیزهایی را که شنیدن آیا چقدر دای پیشرفت کردن تا که به قناعت تیم محترم اصلاحاتی داری پرداخته شود ما تاکید هم میکنیم که بیشتر توجه برای بر شکایات و خواست های کمیسیون شکایت انتخاباتی که در مبنای قانونی داشته باشه تاکید صورت بگیره اگر قرار به باشه که ما انتخابات را از سر بگیریم یکی از این تقاضای بوده باشه قانون اجازه نمیده دیگری مطرح میکنن که تنها راهی که باقی مانده برای ستاد اینها مراجعه به مردم افغانستان است و بس چون همه بی طرف نیستند از رئیس جمهور تا کمیسیون ها و دیگر نهاد البته شما میدانید که عادت افغان ها است و شهروندان افغانستان هست که یک بار در یک جا ضربه دیدن با زیاد کوشش میکنن که اون عمر جبران بکنن طبیعتا در دور اول تیم تحول و تدام رای کمتر را گرفت و در کارهایش در نظارتش در برنامه های سلنگوری داشت و ما در دور دوم با یک آمادگی کامل به کامل با یک برنامه کلی و افغانستان شامل شامل حرکت شدیم و پی و ما با حرکت خود با برنامه‌ریزی خود اکثریت قلب های مردم را کردیم و رای پاک و بدون تقلبی را در تمام نقاط افغانستان به دست آوردیم هر آن رای که با تقلب در صندوق ها ریخته شده ما قبلا میگیم تیم ما را آماده است که باید با پاک شود و ما بر رای تقلبی نیاز نداریم با قدر کافی که ما را به پیروزی برسانه مردم افغانستان بر ما را رای داده آقای عظیمی، حالا ستاد شما هم میگه که تقلب شده و آرای تقلبی باید جدا شود، حسابش روشن شود آقای فایق هم با این مسئله تاکید دارن تفاوت در کجا است واقعا؟ تفاوت در اینجا است که ما فکر میکنم که تیم عریف مطمئن است که کسانی که باید این تقلب ها را بررسی بکنه از کمیسیون انتخابات شروع تا کمیسیون شکایات انتخاباتی اینا هیچ وقت کار را انجام نمیتن خلاف میل تیم عریف بچه با اینا مطمئن هستند که خب هیچ گوش شنوا چون وجود ندارد نمونه شی که حالا فعلا یکی از کمیسونا ها داره میگه که این نوار از کجا ثبت شده بدون از که سر محتوای نوار که چی کارهایی را رئیس دارالانشاد انجام داده بدون از که سر از زیاد دقت بکنه سر از اینکه این نوار از کجا ثبت شده و من بهش کجا بود و دیگه که ای اصلا هیچ کار از اینا نیست زیادتر جنبه انتخاباتی باید مورد بررسی قرار بدن خب به صورت چون ما مطمئن هستیم که بارها قبل از برگزاری انتخابات شکایات خود مطرح ساختیم با کمیسیون با شخص رئیس جمهور رئیس تیم اصلاحات و رفتن ملاقات کردند گفتن که شما این موارد مشکلات وجود داره هیچ اونا نشنویدن و آلیا ما مطمئن هستیم که هیچ گوش شنوای وجود نداره ما در این شک نداریم که تیم تعاول تداوم در بعض از ولایات کمپاین بسیار وسیع کردن هیچ مشکل ما با او ولایات نداریم چنانچه آقای فایق گفتن من پیشتر اشاره کردم که بعضی جاهایی که مثال تیم تداول رای زیادتر گرفتن یا رای در اول بار انتخابات هم زیاد گرفته بودن اونجا طبعا مردم رفتن ما مطمئن هستیم که حداقل مردم رفتن در کدام مناطق تیم زیادتر مناطق شمال مثال ولایت فاریا. ولایت فاریاب که آقای فایق نمایندگی میکنن در اونجا مردم رفت رای خود استعمال کرده ولی رای که در خوست استعمال شده هیچ وقت ما نمیگیم که او با فاریاب رو مقایسه بکنیم که در اونجا تیم تداول رای زیادتر گرفته در خوست من درک میکنم آقای فایق که حالا نمیتونه که مثلا واضحا این مسئله را بیان بکنه ولی خود از اینا هم فکر میکنم میفهمه که گپ در کجا هست ولی ما نمیخوایم که ما دو دوست هستیم ما با هم دیگر تچ بکنیم ولی اومدیم سر ازی که تا وقتی که جای پاک از ناپاک جدا نشه و این کمیسون ها علی اعتماد ما نداریم اینا جدا کرده نمیتونه مثل که در دوره آقای کرزی اگر شما متوجه باشین اون یک میلیون رای تقلبی بود ولی کمیسون ها تاکید داشتن که این رای ری پاک است تا جامعه جهانی اون رای جدا ساخت و جانکیری آمد این مسئله را حل کرد و در دوره بعدی انتخابات فیلی بارها در تلویزیون شما گفت بله، که آقای, آقای مانند دوره قبل خواهد شد که پرونده انتخابات بسته شود ببینید من فکر می کنم که هنوز وضعیت در حال انکشاف است ما زیاد پیش داوری نمی کنیم طبعا تلاش های شاید وجود داشته بوده باشه که این بنبست خاتمه پیدا بکنه چی ما چی می چی تیم تداول هیچ وقت به حاضر نیستیم که خدای ناخواسته بنبست باعث یک بحران در کشور شود که ای بحران باعث شود که همین وضعیت بیخی به صورت یک یک شبه یا یک روزه متلاشی شد هیچ کس به این طرف دار نیست ولی ما نگرانی خود را گفتیم اعتماد بالای کمیسیون نداریم رابطه خود قطع کردیم خواست ما پاکسازی رای پاک از ناپاک است و این در توان کمیسیون ها نیست که ما مشکل خود چرا کمیسون خودش طرف بوده خود کمیسون بایسته شده که رای ناپاک به صندوق ریخته شود او چطور حاضر است که او رای پاک و ناپاک و کمیسون شکایت خب درست است یک تعداد هستند ولی ما میفهم که کمیسون شکایت با چی دیدگاه در اون جنش هسته و در مجالس خصوصی اعضای کمیسون طرف طرفدارای خود چی داره میگه این کلش را راپورایش برای ما چی میگن آقای عزیمی اینو فقط طوری که گویا یک تعهد داشته بوده باشه به زعم خودشان که دی ملی که دکتر عبدالله باید رئیس جمهور کشور نشه و شما شنیدین که در بسیاری موارد دیگه پا گفته میشه در صفحات مجازی که دکتر عبدالله باید رئیس جمهور نشین یعنی ار هر وسیله ممکنه تا ترور و تا ولی این میتونه سندی باشه برای اینکه کمیسیون شکایات انتخاباتی چون این حرفای را مطرح میکنن وقتی که ما میبینیم که هیچ نیتی برای 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 خود بررسی شکایات وجود نداره و کسی که شکایات بررسی میکنه که ما 100 درصد مطمئن باشیم که خود طرف است ما چیز در است که نزد قاضی مراجعه بکنیم که او خود قاضی طرف مدعی ماست بنا ما هیچ اعتماد بالای کمیسیون نداریم تا اعتماد ما اعاده نشه از هر وسیله ممکنه ما کار خود را با کمیسیون ها آغاز نمیکنیم و هر اعلانی هم که میکنه و هر چیزی که میخوایم بکنه هیچ برای ما مهم نیست هیچ مشروعیت هم نداره هیچ رسمیت هم نداره آقای فایق واقعا در روز پنجم ایده فطر آقای کرزایی گفته تمام تلاشش را به خرج می تا حکومت انتقال بکنه قدرت سیاسی و رئیس جمهور جدید واقعا در روز پنجم ایده فطر چون این کار انجام خواهد شد ما سر سوال شما میم قبل از او در دور اول انتخابات تقلب بیشتر بنافر تیم ها حالا همگرایی صورت گرفت و در اینجا ما بازی را قبول کردیم و به دور دوم رفتیم در اونجا هم حالا رای ایراد و بعض جاهای دیگر بیشتر رسیدگی صورت نگرفت اما بان هم ما به تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی و در کل کمیسیون های انتخاباتی قبول کردیم امیدوار هستیم که دوستا هم این مسئله را در دور دوم بپذیرند مورد دوم در اگر تیم اصلاحات و همگرایی رابطه ایشان را با کمیسیون‌ها قطع کردند به خاطر رسیدن به خواستهایشان و یا خوب است که با تیم همبازی که تیم تحول و تداوم باشه با هم رابطه داشته باشند ارگو ما خواسته باشیم یک مورد خود را بالای کمیسیون‌ها ها بقبلانیم با یک طرف گفتن قبول نمیشه چون طرف دیگه تیم تحول و تداوم است اگر ما خواسته باشیم بخشی از رایها را شما بکنیم ما یا تغییرات در کمیسیون بریم میان دو تیم فکر میکنین مشکل از کدام تیم هست و ما تقاضا میکنیم که خب حالا ما در راست اردویم ما در رأس تیم ها نیستیم اما علاقه ما است که ای دو تیم با هم در رابطه باشند فکر می کنید چه سبب شده که در رابطه نباشند حالا ستاد انتخاباتی آقای عبدالله عملا برخی مسائل را مطرح کرده با آدرس تیم شما وقتی که تیم اصلاحات و همگرایی می میگه که جمهور کرزی در رأس این موارد وجود داره خب حالا ما میگیم که تقلب کار خائن است به به محاکمه کشانیده شده خب نقاط مشترک دیگه ایجاد میشه و شاید مقاط مشترک دیگه هم با صحبت ها آغاز شود قرار به باشه که تیم اصلاحات همگرایی با با, با تیمی که کتش هم یک جا بازی میکنه با هم رابطه نداشته باشه با کمیسیون هم رابطه نداشته باشه جامعه جهانی هم قبول نباشه قانون هم پذیرفته نشه خب این را... ای راه حل نیست یک راهی باید داشته باشیم که پیش بریم امیدوار هستیم که این با... این مذاکرات آغاز شود این مذاکرات میتونه که به خاطر رسیدگی به نمو شکایات و خواستا باشه و میتونه و میتونه که این به خاطر تشکیل یک حکومت ملی هم در آینده برای ما بسیار کمک بکنه که تا ما بخشی از بحران را جلو بگیریم کنیم. از جانب دیگه از جانب دا. دا اون سوال که اگر مسئله دانستان باشه و مسئله دانستان, دانستان باشه که خب ما ما بدانیم که تقلب را کی کا انجام داده ای چه انجام نداده اما خود عظیمی صاحب کدوس دوست خوب ما و تمام اعضای رهبری استاد اصلاحات و همگاروی میدانند که رایشان به فاصله یک تا یکینی میلیون پستر است و, ما و, و, و نمیتونن که پیروزی دور دوم انتخابات باشن و, و, و میتونن که بخش از, از این حکایه ها و یا که در کمیسون مراجع نکردن ها میتونن که یک باهانه به خاطر ازی بوده باشه و یا اگر سند و اسنادی و یا دلایل وجود داشته باشه ما تقاضا میکنیم که با تیم تحول و تداوم یک جا بکنن و یک جا شون و این دو تیم با هم در نقاط مشترک با هم یک جا شون میتونن که خواستایشان را بالای کمیسونی که هیچ نو اعتماد بالایش وجود نداشته باشه میتونه که بالا شوه اما نرای جمهور کارزای در روز پنجم ایت قدرت را واگذار میکنه نه کمیسیون های انتخاباتی یا کمیسیون مستقل انتخابات می نتایج اعلان میکنه بلکه قانونی را میگه که ای باید نتایج اعلان شود و رئیس جمهور افغانستان و تاریخ پنجم ایت قدرت تسلیم بده احتمال رئیس جمهور کارزای هیچ نوع علاقمندی برای تسلیم قدرت نداشته باشه اما قانون برش اجازه نخواهد داد که دیگه به ارگ باقی بمانه آو آقای عظیمی شما یکونیم میلیون رای عقب هستین به این دلیل حالا این مسائل را مطرح کردین و پاسخ شما در مورد اینکه آیا در پنجم ایت انتقال قدرت سیاسی صورت خواهد گرفت؟ ببینین ما هیچ حکم کرده نمیتونیم که چقدر رای عقب هستیم یا چقدر رای پیشتانوس معلومات نیست ولی اگر ما محاسبه که داریم اون رایایی که صندوقا پر شده در چند ولایت اگه بوده باشه شاید ما 5 میلیون رای عقب بوده باشیم کی گفته میتونه در جاهایی که وجه انتخابات برگزار شده بفرمایید تیم تحول تداوم بگوید که از دور اول ما چقدر در اونجا رای فعلا تیم تداوم از پیش در دور اول تیم شما تقلب کرده تقلب اگر کرده بود باید اون وقت نمیگفتن که انتخابات در دور دو رفت هنوز نتایج نهایی نشده دوستا گفتن که انتخابات در دور دور رفت متوجه بودین که بسیار امیر یک موفقیت برای خود میدانستن که انتخابات به دور دور رفت ما در دور هم برنده انتخابات بودیم باطل کردن رای ما به عنوان تقلب در ولایات ما رای ما زیاتر در ولایاتی است که در اونجا امیت تامین است در اونجا مردم عملا به صندوق رای رفتن عملا سایت ها فعال بوده ما در جای رای نگرفتیم که در اونجا در کوه و در دره ها صندوق پر شده بوده باشه و این نوبت هم بگویند برای ما در روز جایی که واقعا انتخاب شده انتخابات برگزار شده و مردم به پای صندوق رفته کجا رای ما کم بود. و در مورد اینکه در پنجم ایت واقعا قدرت سیاسی انتقال خواهد کرد این با پیش داوری نباید بکنیم ولی آقای کرزی گفته تمام تلاشش را آقای کرزی چون خودش مطمئن است که کار خود انجام داده و خیانتی که باید میکرد در آخرین روزهای قدرتش او را انجام داده ولی ما به مردم خود مراجعه میکنیم و میگذاریم که مردم ما برای ما چی میگه و جواب آقای کرزی باید به با چه شکل داده شود با این خیانت ملی که به عنوان رئیس جمهور کرده سپاسگزارم ما اگر دور دوم را پذیرفتم پذیرفتیم ای تابعیت ما را از قانون نشان میده و ما با فیصله های کمیسیون های انتخاباتی پابند ماندیم هرچند این فیصله ها در دور اول به نفع ما اما ناگزیر بودیم که قانون فیصل... با اساس قانون فیصله های کمیسون شکایت انتخاباتی را میپذیرفتیم سپاسگزارم فرهاد عزیمی عضو مجلس نمایندگان و همچنان نقیب الله فایق عضو مجلس نمایندگان ممنون از حضور هر شما در در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید خدا نگهدارتان داعش با حذو عراق و شام از نام خود و اعلام برپایی خلافت اسلامی با ابو بکر بغدادی به عنوان خلیفه مسلمانان بیعت کرد ابو محمد ادنانی سخنگوی داعش در یک فایل سوتی به عنوان نماینده اهل حل و عقد با اعلام برپایی آنچه خلافت اسلامی نامید بر بیعت عناصر این گروه با ابو بکر بغدادی به عنوان خلیفه مسلمانان تأکید کرد عدنانی با بیان اینکه بزرگان و سران و مجلس شورای داعش بر پای خلافت اسلامی را تصویب کردند افزود این عده بیعت خود را با شیخ مجاهد ابوبکر بغدادی اعلام کرده و او را به عنوان خلیفه مسلمانان منصوب کردند و وی نیز با پذیرش این منصب رهبر و خلیفه مسلمانان در سراسر جهان شده است به گزارش فرانس در این فایل سوتی آمده است بدین ترتیب از این لحظه پسوند عراق و شام از انتهای نام دولت اسلامی عراق و شام حذف می شود و در تمامی عناوین و مکاتبات رسمی تنها نام دولت اسلامی ذکر خواهد شد.